برای راه اندازی سرویس جستجوی شیر پوینت در محیط سنترال ادمنستریشنز در صفحه اپریشنز از قسمت توپولوژی اند سرویسز گزینه سرویسز آن سرور رو انتخاب میکنم. توی این صفحه وضعیت سرویس های موجود در فارم سرور نمایش داده شده. میبینید که وضعیت سرویس های جستجو در حالت استافت قرار داره. خب حالا من به ترتیب سرویس های ویندوز شیرپوینت سرویس سرچ و آفیس شیرپوینت سرور سرچ رو فعال میکنم. در قسمت سرویس اکانت و کانتنت اکسس اکانت یک اکانت از گروه لوکال ادمنستریتور مشخص میکنم. در قسمت سرچ دیتابیس در واقع اطلاعات مربوط به دیتابیس سرچ توی این قسمت ذخیره میشه و من تعیین میکنم که اون دیتابیس روی کدوم دیتابیس سرور ذخیره بشه یا نام اون دیتابیس چی باشه. فقط دقت داشته باشین که دیتابیسی با این نام روی اون دیتابیس سرور وجود نداشته باشه از قبل. در قسمت اتنتیکیشن ویندوز اتنتیکیشن رو انتخاب میکنم و در قسمت ایندکسینگ اسکیجول یک برنامه زمانبندی برای ایندکس کردن محتویات باید تعیین کنم که من همون برنامه پیش‌فرضش رو انتخاب کنم. در قسمت کوئری اند ایندکسینگ هر دو گزینه رو من انتخاب میکنم و مفهومش اینه که هر دو عملیات ایندکس کردن محتویات و انجام درخواست های جستجو توسط همین سرور انجام بشه. البته این وضعیت در حالتیه که قصد داشته باشید سرویس جستجو فقط توسط یک سرور انجام بشه. در قسمت کانتکت ایمیل آدرس، ایمیل آدرس رو ادمنستریتور رو مشخص میکنم. در قسمت فارم سرچ سرویس اکانت یک اکانت از گروه لوکال ادمنستریتور مشخص میکنم و بقیه موارد رو هم به صورت پیش‌فرض قرار میدم. خب الان هر دو سرویس جستجوی شیرپوینت در حالت استارتر قرار گرفتن. برای ایجاد یک SSP جدید در محیط سنترال ادمنستریشن در صفحه اپلیکیشن منیجمنت از قسمت آفیس شیرپوینت سرور شیر سرویسز گزینه کرییت اور کانفیگور دیس فارم شیر سرویسز رو انتخاب میکنم. گزینه نیو SSP رو میزنم. توی این صفحه اطلاعات و تنظیمات مربوط به اون SSP رو باید تعیین کنم. در قسمت SSP name یک نام برای SSP تعیین میکنم. یه وب اپلیکیشن برای اون SSP باید تعیین کنم که در اینجا من گزینه Create a new web application رو میزنم. توی این صفحه تنظیمات مربوط به وب اپلیکیشنی که میخوام SSP رو در اون ایجاد بکنم تعیین میکنم. در قسمت iOS website description نام همون SSP رو وارد میکنم. در قسمت پورت شماره پورتی رو که میخوام از طریق اون به این وب اپلیکیشن دسترسی پیدا کنم تعیین میکنم. به عنوان مثال من اینجا 8081 رو وارد میکنم. در قسمت سکیوریتی کانفیگوریشن اتنتیکیشن پرووایدر مورد نظر رو انتخاب میکنم و میتونم دسترسی کاربران انونیموس رو به این وب اپلیکیشن فعال یا غیر فعال کنم و در صورت لزوم میتونم از پروتکل SSL برای ایمنسازی ارتباطات با این وب اپلیکیشن استفاده بکنم. در قسمت لود بالانس URL مربوط به این وب اپلیکیشن رو مشخص میکنم و از طریق این URL میتونم به وب اپلیکیشن دسترسی پیدا کنم.
در قسمت اپلیکیشن پول create new application pool رو انتخاب میکنم و یک نام برای این اپلیکیشن پول تعیین میکنم. به عنوان مثال همون نام SSP رو به این اپلیکیشن پول اختصاص میدم. و در ادامه یک اکانت برای این اپلیکیشن پول تعیین میکنم که این اکانت باید جزء گروه لوکال ادمینستریتور باشه. در قسمت ریستارت ریست اینترنت اینفورمیشن سرویسز هم حالت پیش فرض رو انتخاب میکنم و باید بعد از ایجاد وب اپلیکیشن سرویس iOS رو ریستارت کنم تا عملیات ایجاد وب اپلیکیشن تکمیل بشه. در قسمت دیتابیس نیم اند اتنتیکیشن، دیتابیسی که اطلاعات وب اپلیکیشن در اون ذخیره میشه مشخص میکنم و اتنتیکیشن مربوط به دیتابیس رو تعیین میکنم. در اینجا من نام دیتابیس رو تغییر میدم که یه مقداری مفهوم تر باشه برای من. بعد از اینکه کار ایجاد وب اپلیکیشن انجام شد، سرویس iOS رو با دستور iOS reset/noforce ریستارت می‌کنم تا عملیات ایجاد وب اپلیکیشن تکمیل بشه. ببینید الان اون وب اپلیکیشن توی این لیست ظاهر شده و من اون رو انتخاب میکنم. در قسمت My Site Location باید یک وب اپلیکیشن برای سرویس My Site تعیین کنم. این وب اپلیکیشن در واقع کار میزبانی سایت های شخصی و صفحات پروفایل کاربران سایت رو انجام میده. دوباره گزینه Create New Web Application رو میزنم و یک وب اپلیکیشن جدید برای سرویس مای سایت ایجاد میکنم. در قسمت SSP Service Credentials یک اکانت تعیین میکنم که از این اکانت در ارتباطات داخلی سرور استفاده میشه و باید جزء گروه لوکال ادمینستریتور باشه. در قسمت SSP Database نام دیتابیس سرور و دیتابیسی که اطلاعات و تنظیمات مربوط به SSP در اون ذخیره میشه رو تعیین میکنم و اتنتیکیشن مربوط به دیتابیس رو تعیین میکنم. در قسمت سرچ دیتابیس نام دیتابیس سرور و دیتابیسی که اطلاعات و تنظیمات مربوط به سرچ در اون ذخیره میشه رو تعیین میکنم و اتنتیکیشن مربوط به دیتابیس رو مشخص میکنم. در قسمت ایندکس سرور، سروری رو که کار ایندکس محتوا رو انجام میده انتخاب میکنم و در قسمت SSL for Web Services در صورت لزوم میتونم از پروتکل SSL برای ایمن سازی کانال ارتباطی بین SSP و Web Service های SharePoint که ایجاد میشه استفاده بکنم. خب کار ایجاد SSP انجام شد و توی این صفحه لیست سرویس هایی که با استفاده از این SSP به اشتراک گذاشته شده به من نشون میده که بیزنس دیتا کاتالوگ هم جز این سرویس ها هستش.